یه دقتی بکنید به دلهاتون، خیلی گرفتار میکنین حرفهای بهجت آدم رو. میفرماد هر کس باید به فکر خود باشد و راهی برای ارتباط با حضرت حجت و فرج شخصی خود پیدا کند. فرج شخصی خود. حالا آقا امام زمان برای عالم غائبه، برای تو هم غائبه؟ فرج تو کی میرسه؟ بعد میفرماید خواه ظهور و فرج آن حضرت دور باشد یا نزدیک، یه بحثی از تحت عنوان فرج شخصی که متفاوت است با فرج عالم، با فرج نوعی همه ابناء بشر. هر کسی دنبال این باشه. بله آقا غایبم. خب همین بفرمایید شما به کارتون برسید، خواهش میکنم. حالا انشالله حقش رو آوردن ما از محضرشون استفاده میکنیم. چرا میخوای منتظر بشی تا تشریف بیارن؟ میتونی یه کاری کنی برای تو تشریف بیارن؟ تو در محضر حضرت زندگی کنی. حضرت معطل نمیکنن دوستان خوبشون. تو چرا با آقا زندگی نمیکنی؟ لیاقت پیدا کنی آقا بخل ندارم. استاد حضرت امام، حضرت آیت الله شاه آبادی، که حضرت امام درباره ایشون روحی له الفدا مکرر می‌فرمود، جان من به قربانش، جان من به قربانش. چه ارادتی حضرت امام به ایشون داشت، چه عارف بزرگواری. آیت شاه آبادی آزادشون می‌فرماید که بعضی از نامه‌ها از بعضی از علماء خاص و ویژه به ایشون می‌رسید، ایشون اجازه نمی‌داد این نامه بمونه. وقتی که می‌خوند نامه رو ریز میکرد، از بین میبرد که کسی از اطرافیان نامه رو نخونن. ما میدونستیم دیگه تقریبا کیا هستن نامه به ایشون میدن، ایشون نامه شون نگه نمیداره. وقتی این عارف جلیل القدر از دنیا رفتن، یکی از اون نامه ها لای یکی از کتاب های ایشون باقی مونده بود. ما اون نامه رو باز کردیم، دیدیم اونجوری نوشته. آی شاه آبادی، این بار که به محضر آقا امام زمان علیه السلام رسیدی، از حضرت این سوال رو هم بپرسی، این سوال رو هم بپرسی. بعضی رو برنامه دارم. حالا من نمیخوام بحث شرفیابی به محضر حضرت رو مطرح بکنم، ولی بعضی ها خیلی شفافتر دارن با آقا زندگی میکنن، خودشون میفهمن که دارن از عنایت حضرت برخوردار میشن. مثلا من دیدم، میگه من فکر کنم آقا تو این چند روز اخیر برای من دعا کرده. بابا آقا که با ما دارن زندگی میکنن، ما با حضرت زندگی نمیکنیم.